بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو بشرح درس های مهم برای عموم امت گوشه از سرگذشت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسب او محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم و هاشم از قبیله قریش و قریش از عرب و عرب از نسل اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام می باشد. تولد او صلی الله علیه و سلم سال فیل در مکه در ماه ربیع الاول به دنیا آمده است. او 63 سال عمر داشت. 40 سال آن پیش از پیامبری و 23 سال پیامبر و رسول بود و او یتیم بود. پدرش پیش از تولد شدنش وفات کرد و در کفالت بابایش عبدالمطلب بود و بعد وفات بابایش عمکش ابو طالب او را زیر کفالت خود گرفت. فرستادن او پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی ثقلین جن و انس فرستاده شد. پس هر کسی که دعوت او به وی رسد و به او ایمان نآورد پس کفر اکبر است کسی که باشد. دعوت او پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی توحید اخلاق و عملهای پسندیده دعوت نمود و از شرک و اخلاق و عملهای زشت نهی نمود. همسران او 12 نفر است. خدیجه رضی الله عنها، عایشه رضی الله عنها، سوده رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، زینب هلالیه رضی الله عنها، ام سلمه هند رضی الله عنها، زینب بنت جحش رضی الله عنها، جویریه بنت حارث رضی الله عنها، صفیه بنت حویی رضی الله عنها، ام حبیبه رمله رضی الله عنها، ریحانه بنت زید رضی الله عنها و میمونه بنت حارث رضی الله عنها می باشد. شیر دهنده های او صلی الله علیه و سلم. یک مادر او آمینه بنت وحب، دوم سویبه مولا امک او ابو لهب و سوم حلیمه بنت ابو زعیب سعدیه رضی الله عنها. اولین آیتی که بر او صلی الله علیه و سلم نازل شد فرموده الله تعالی در سوره علق: ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید، امان اللهی که انسان را از خون بسته آفرید. بخوان به پروردگار تو از همه بزرگوارتر است، امان کسی که به وسیله قلم نوشتن آمخت، به انسان آن چرا که نمیدانیست آمخت. اولین کسی که به او ایمان آورد از مردان ابو بکر صدیق رضی الله عنه، از زنان ام المؤمنین خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، از کودکان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، از مولاها زید ابن حارثه رضی الله عنه و از غلامان بلال ابن رباح رضی الله عنه است. حج و عمره او 4 مراتبه عمره کرده و همه آن را در ماه ذوالحجه انجام داده است و یک بار حج کرده است که آن را حج ودا نامیده می شود. آن را در سال 10 هجری انجام داده است. اخلاق او صلی الله علیه و سلم، الله تعالی می فرماید: و یقین تو ای پیامبر بر اخلاق بسیار عظیم و والای هستی. عایشه رضی الله عنها می گوید اخلاق او قرآن بود. اهمیت آموختن حیات او صلی الله علیه و سلم، ابن قیم رحمه الله می گوید هرگاه سعادت بنده در دنیا و آخرت تعلق به رهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، پس به هر شخصی که خودش را نصیحت می کند و نجات یافتن و سعادت نفسش را دوست می دارد واجب می شود که رهنمایی سرگذشت و شأن او را بداند. آن مقداری که از جاهلان به او بیرون آید و به آن در جمله پیروان یاری دهندگان و حزب او داخل شود و مردم در این امر میان کم کننده، بسیار کننده و محروم واقع هستند و فضل در دست الله تعالی است. آن را به کسی خواهد می دهد و الله تعالی دارای فضل بزرگ است.